کرواسی میگوید ظرفیت پذیرش پناهجویان جدید را ندارد و بنابراین روز جمعه تعداد زیادی از افرادی که در روزهای اخیر به این کشور رسیدند با ده‌ها اتوبوس و قطار به شهر برمند در جنوب شرق مجارستان منتقل شدند. در این حال همزمان روز جمعه یک قطار حامل 1500 مهاجر وارد زاگرب پایتخت کرواسی شد. از روز پنجشنبه تا کنون این دومین قطار حامل پناهجویان است که از صربستان وارد این کشور می شود. بسیاری از پناهجویان آنقدر سرگردان شدند که دیگر نمی دانند چه برنامه ای دارند و می خواهند به کجا بروند. هیچ برنامه ای نداریم. دولت کرواسی هیچ برنامه و تصمیمی برای ما ندارد. دولت مجارستان به رغم سختگیری‌های اخیر در پذیرش پناهجویان، عده‌ای از آنان را که از کرواسی آمده‌اند در خاک خود پذیرفت. در این حال برخی از گزارش‌ها از متوقف شدن قطار حامل مهاجران در مرز کرواسی با مجارستان حکایت دارد. بعضی از مهاجرانی که با قطار وارد مجارستان شدند حتی نمی‌دانند در کدام کشور هستند. به ما چیزی نگفتند. من نمی‌دانستم در مجارستان هستیم. به ما گفته بودند به اسلوونی می‌رویم. در روزهای اخیر بیش از 17000 پناهجو وارد کرواسی شدند. مقامات کروات پس از ثبت نام پناهجویان ورودی در زاگرب آنها را آزاد می‌گذارند تا با هر وسیله‌ای که می‌خواهند خودشان را به مرز اسلوونی برسانند. آتیلا مجار خبرنگار یورونیوز در مجارستان می‌گوید در طول روز جمعه چند بار تصمیم مسئولان عوض شده اما پناهجویان در جریان هیچ چیز نیستند. در مورد اینکه مهاجران باید به اسلوونی، مجارستان یا اتریش منتقل شوند خبرهای متفاوتی گفته می‌شود، اما یک چیز روشن است و آن اینکه کرواسی برای حل بحران با دشواری روبروست.